سرخط خبرها، رونالدو با پیراهنی با نام عربی به میدان می رود. باشگاه فوتبال بارسلونا توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا جریمه شد. در ادامه بارزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافی است که کانال ما را سابسکرایب کنید. باشگاه یوونتوس اعلام کرد که برای سوپرکاپ ایتالیا با پیراهن‌های نوشتاری به زبان عربی وارد زمین می شود. باشگاه یوونتوس در فروشگاه‌های رسمی خود پیراهن کریستیانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالی و دیگر بازیکنان خود را به زبان عربی را برای فروش گذاشته است. تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا رسما اعلام کرد برای دیدار ابرجام فوتبال باشگاه‌های ایتالیا در برابر لاتزیو که در کشور عربستان برگزار خواهد شد، نام بازیکنان این تیم در پشت پیراهن با خط و زبان عربی نوشته خواهد شد و این تیم از این پیراهن استفاده خواهد کرد. در همین حال لحظات پیش فروشگاه رسمی باشگاه یوونتوس پیراهن‌های رونالدو فوق ستاره پرتغالیش را به زبان عربی گذاشت تا هواداران بتوانند خریداری کنند. باید افزود که پیراهن‌های دیبالا، کلینی، پیانیچ و دلیخت نیز در فروشگاه بیانکونریک گذاشته شده است تا هواداران بتوانند خریداری کنند. پیراهن رونالدو و دیگر بازیکنان بیانکونری به قیمت 250 یورو به فروش خواهد رسید. این دیدار قرار است یکشنبه میان یوونتوس و لاتزیو در کشور عربستان برگزار شود. در همین حال باشگاه فوتبال بارسلونا توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا جریمه شد. همانطور که معترضان کاتالونیایی پیش از دیدار بارسلونا مقابل رئال مادرید هشدار داده بودند، در اوایل نیمه دوم توپهای رنگی از سوی آنها به داخل میدان پرتاب شده و برای لحظات باعث توقف جریان مسابقه شد که این اتفاق با واکنش کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا مواجه شد. بر اساس این حکم باشگاه بارسلونا به دلیل پرتاب توپهای رنگی به داخل میدان از سوی هوادارانش در جریان ال کلاسیکو توبیخ کتبی دریافت کرده و 1500 یورو نیز جریمه شده است. طبق ماده 101.2 قانون انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا این رفتار جرم محسوب می شود و پرتاب توپهای مختلف یا اشیاء دیگر به زمین بازی از سوی هوادارانش رفتار ضد قانون این فدراسیون محسوب می شود. البته با توجه به اینکه گروه‌های معترض پیش از ال کلاسیکو بارها در مورد احتمال اختلال در جریان مسابقه هشدار داده بودند، به نظر می‌رسد باشگاه بارسلونا از رخ دادن اتفاقات در این حجم کوچک و چنین جریمه‌ای در مجموع رضایت داشته باشد. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.